بچه سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز دوباره یک ویدیوی آشپزی داریم و اومدم بهتون ترشی لیمو رو یاد بدم که خودتون میدونید چقدر درخواست برش زیاد بود. مامانم همیشه درست میکرد خیلی ساله. من هیچ وقت بهش لب نمیزدم از اونجایی که دوست ندارم چیزای جدید رو امتحان کنم. یه دفعه که خوردم ببین همچین عاشقش شدم که دیگه خودم اصلا شروع کردم درست کردنش. بعد یه بار که درست کردم اومدم توی اینستاگرام توی استوری گفتم و خیلی ها درست کردین و عاشقش شدین. اونایی هم که درست نکردین هی گفتین که بیا دوباره یاد بده. حالا گفتم این ویدیو رو بگیرم که دیگه این دستورش برای همیشه اینجا بمونه، هر وقت خواستین بتونین بیاین دوباره نگاه کنین و هیچ کاری هم نداره، خیلی راحته و خیلی خوشمزه است. یعنی حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این ترشی رو درست کنید و امتحان کنید. اولا که لباس من رو دیدین، همچین با تم من خودم رو ست کردم. البته لیموی که من استفاده میکنم لیموی سبز، اینا زرده، ولی به هر حال مواد لازم شما لیمو احتیاج دارین. خب بعضیا با لیموی زرد درست میکنن، یعنی در همین اینایی که روی لباس من عکسش، ولی من با این لیمو سبزا درست میکنم که بزرگن و اینا هستم ندارن. خیلی خوبه، خیلی آب دارن و خیلی هم خوشمزه میشن. نمک میخواین و فلفل قرمز، همین. یعنی شما با 3 تا ماده اولیه یک ترشی درست میکنید که کل سال تمام غذاها رو که باش میخواید انگشتاتون هم بعدش لیست میزنید. بعد من مثلا خیارشور نمیدونم، حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، از این چیزا که استفاده میکنیم این ظرفاشو نگه میدارم، بخواین هم میتونید جدا بخرید که توی اینا درست میکنید. بعد شما کاری که میکنین چیه؟ اینه که اول از همه مهمترین چیز میتونم بگم توی درست کردن ترشی لیمو اینه که همه وسایلتون رو خوب بشورین و خوب خوش کنین. یعنی حتی دستتون هم موقعی که دارین مثلا ترش درست میکنین خیس نباشه، به خاطر اینکه احتمال داره بعدن ترشیتون کپک بزنه. لیموها رو من دیشب شستم، پهن کردم اینجا، قشنگ خوش شدن. این ظرفها رو همه رو گذاشتم توی ماشین، در وردم از دیشب گذاشتم بیرون، اینا خوش شدن قشنگ دراشون همه. اگرم مثلا یادتون رفت از قبل بکنین میتونین اینا رو بشورین توش حسابی با سشوار بگیرین مثلا 5 دقیقه که دیگه مطمئن بشین اینا خشکن قشنگ. بعد دیگه کارتون رو شروع میکنین. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما دستکش دستتون کنین، به خاطر اینکه مثلا اگر میخواین زیاد درست کنین، چون بعد از یه 2-3 تا شیشه دیگه دستتون شروع میکنه به سوختن، انقدر که لیمو اسید دیگه میشوره میبره. آقا چی کار میکنیم؟ لیموها رو من خب همینجوری که در تصویر مشاهده می نمایید، من سر و تهش رو فقط به اندازه یه لایه نازک می برم که بی خودی توش پر پوست نباشه، با اینکه این لیمو رو شما وقت درست میکنین پوستش هم می خورین. یعنی ترشیش که درست شد پوستش هم قابل خوردنه، خیلی هم خوشمزه است، دقیقا هم همون مزه‌ای رو میده که خود لیمو میده. حالا من هر سال کاری که میکردم اینه که اینو نصف میکردم و اینطوری کاشین چاقوی من یه ذره تیزتر بود، اینطوری میکردم و میریختم. حالا امسال شاید بعضی هاشو، یعنی بعضی از شیشه ها رو چیزی کنم، حلقه حلقه کنم، به جای اینکه نصف کنم بعد حلقه کنم. خب همینجوری خواهش میکنم، اینجا من ضد عفونی کردم دوستان عزیز، این پروسه رو ادامه میدین. خب بعد ببین توی شیشه به انقدر که مثلا رسید دیگه خودتون میتونید تشخیص بدین 2-3 لایه لیمو توش فقط باشه، روش یه لایه نمک، یه لایه فلفل. نمک فلفل هم زیاد بریزین، یعنی چون فکر کن که شما باید یه جوری اینو بریزین که این خراب نشه دیگه، یه سال دو سال قراره بمونه. مال من که فکر کنم از آخرین بار که درست کردم یا پیرارسال بود یا 3 سال پیش بود، انقدر درست کرد، برای همین من پارسال درست نکردم چون انقدر درست کرده بودم که دیگه الان یه تاپر کوچولو دارم که دیگه اون تشه که مونده. نه پیمونه ای نیست، بیشتر چشمیه.
بعدم ببین خیلی هم موقع ریختن نمیخواد اصلا نگران این باشین که وای این به همش نمالید، این لایه هاش چجوری شد و اینا. یعنی حتی شما اگه اینو پرش کنین بعد روش نمک فلفل بریزین، اینا همه با هم قاطی میشه و این به همه جاش میرسه. ولی حالا متاسفانه راجع به اینکه اگر لیمواتون هسته داشته باشه و اون هسته باعث میشه ترشیتون تلخ بشه یا نه، من اطلاعاتی ندارم، به خاطر اینکه حالا شما اگه میدونین تجربهشو دارین تو کامنت بنویسین، به خاطر اینکه من همیشه از این لیمو استفاده کردم و اینا هسته نداره، هیچ وقتم ترشیم تلخ نشده، ولی نمیدونم راستش. الان موقعی چیه؟ موقع اینه که روش آب لیمو بریزین. از همین لیمو، آب لیموی آماده نریزین، از همین لیموهاتون آب بگیرید. هر شیشه رو به اندازه مثلا یک سومش، و این بعدا خودش آبم میندازه، به اندازه یک سومش توش آب لیمو بریزین. حالا میبینی چرا میگفتم که چیزه این نمک فلفلش خیلی مهم نیست، چون همین الان که شما این آب لیمو رو میریزین یه مقداری از این نمک فلفل ها میره ته، بعدم همش میزنین، این برمرش میکنین، بعدم که اصلا تو آفتاب که میذارینش هم هی بعد هر روز برید اینا رو سر و ته کنین، برای همین به هر حال این هم میخوره. قطعا اگر آب لیموتون رو جدا بگیرین بعد توی هر ظرف آخر سر بریزین کارتون راحت تره تا اینکه مثلا من الان بخوام تو شیشه بریزین، ولی من چون نمیدونم اینا چقدر میشه میخوام هر ظرف رو جدا درست کنم، آبش هم موقع بگیرم که نه آب لیمو کم بیاد نه خود لیمو. حیف مثلا زیادی فشار ندین لیمو رو که بخواین مثلا دیگه تا ابد اینو پرش کنید، به خاطر اینکه این وقتی که درش رو سفکیت میکنی توش سری گازا تولید میشه و نمیخواین سر بره، چون که این اتفاق هم میفته اگه خیلی پرش کنید. الان یک قسمت مهم دیگه که هست اینی که من بذارم کنم اینه که شما در اینو باید حسابی کیپ کنید. چجوری؟ اول با این سلفنا یه چند لایه اینطوری رو درش بذاریم که این آره، به خاطر اینکه وگرنه این از بغلاش میاد بیرون. حالا تازه این یه لایه است یا نایلون معمولی میشه دیگه. از اون شما خانم اجازه میشه با مداد بنویسی؟ خب بعد در مرحله بعد اینو سیف کنینا حسابی. در مرحله بعدی اینو باید حسابی هزار لایه بپیچیم. این الان اولین شیشه حاضر و آماده، اینم قشنگ هم میزنم و این باید بره تو آفتاب و بره توی هوای گرم. یعنی اینو یه نکته خیلی مهمه که این ترشی رو شما الان یعنی وقتشه دیگه، موقعی باید درست کنی که هوا قشنگ گرمه، چله تابستون دیگه، اگه بذارین هوا خنک شه و اینا دیگه فایده نداره، چون که اینو اون آفتاب و اون گرما چی میگن عملش میاره. اینو میذارین اینجوری یه جایی که آفتاب میخوره، بعد مثلا فردا میرین این بریش میکنین میذارین باشه، دوباره پس فردا میرین این بریش میکنین میذارین باشه به مدت سه. حالا نمیخواد هر روز برین، مثلا حالا چند روز دفعه هم برین بکنین اوکیه، به مدت 30 روز انقدا اینو میذارین باشه، بعد میرین برمیدارین میارین، وقتی بازش کردین دیگه بعد بری یخچال. حالا اگه جا داشتین توی یخچالتون یخچال اضافه داشتین کلش رو بزنین یخچال، فقط برای اینکه خیالتون راحت باشه، ولی خراب نمیشه تا درش باز نشده میتونه بیرون بمونه و دیگه میل میکنید. الان من میرم علی، ما اینو بعد یک ماه استفاده کنیم تا این یکی ها بشه. امروز خوردم ازش. اشتباه کردی عزیزم، چرا دست دادی؟ این تنها بازمونده ترشی لیموهای قبلی، منتها انقدر له و لورده نمیشه اینو، چون مثلا از توی این
شیشهش ما ریختیم توی تاپر، از این شیشه بزرگا بود این، بعد دوباره توی شیشه کوچیک‌تر دوباره هی کم کشو توی تاپر کوچیک‌تر، هی از اینجا به اونجاشو نرمه دیگه، اونجوری له شده، وگرنه که این خیلی هم خوشگله و وقتی که آماده میشه، این یعنی مال 3 سال پیشه، وقتی آماده میشه یه همچین چیزی شما باید ببینید، آبش هم غلیظ میشه و خیلی خوشمزه است. خیلی نخوریم که بعد سپورت بلو خوریم. ببین نمیدونی، ولی ممکنه هست 1% واسه ذائقه بعضیا یه ذره زیادی ترش باشه، ولی خب هیچ چیزی در دنیا نیست که برای ذائقه من خیلی ترش باشه دیگه. همین، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. الان شما میرید و به زندگیتون میرسید، ولی من موندم و این همه لیمو که باید بقیه شیشه ها رو پر کنم و اینا رو درست کنم و بذارم توی آفتاب. من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. فعلا خدافظ.